چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من مپویی این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت ای خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان یاران و همراهان گرامی این برنامه به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید همونطور که قبلا عرض کردیم ما در این برنامه ها به تفسیر تمام کتب کتاب مقدس خواهیم پرداخت این برنامه به مدت 5 سال و در 1424 قسمت تهیه و تقدیم حضور شما خواهد شد و هر کتاب رو جداگانه و با جزئیات مورد بحث و بررسی قرار میدیم اما ده قسمت نخست رو اختصاص دادیم به گفتاری درباره الهام و معنا و فرضیه های اون همچنین درباره بی همتا بودن برتری و خطا ناپذیری کتاب مقدس گفتگو کردیم اما امروز بررسی کتاب پیدایش رو آغاز میکنیم کتاب پیدایش اولین کتاب از کتب پنجگانه تورات و عهد عتیق و همچنین نخستین کتاب از کلام خدا محسوب میشه پیش از اینکه به جزئیات کتاب پیدایش بپردازیم چند پرسش مهم و اساسی رو بررسی می کنیم. به عنوان مثال چرا اینقدر به این کتاب حمله میشه و یا این سوال که نویسنده ی کتاب پیدایش چه کسیه وجه تمایز کتاب پیدایش چه چیزیه و چرا این کتاب در معرض حمله افراد شکاک قرار گرفته ما در این قسمت به بررسی کتاب پیدایش میپردازیم و به این سوالات پاسخ خواهیم داد در ابتدا اجازه میخوام به مهمان گرانقدر برنامه خادم خداوند برادر یوسف ریاس خوش آمد بگم درود بر شما سلام ممنونم من از شما همچنین به شما حاضرین گرامی در استودیو سلام و خوش میگم گفتیم که امروز کتاب پیدایش رو بررسی میکنیم با شنیدن عبارت کتاب پیدایش اولین چیزی که به ذهنتون رسید چه چیزی بود؟ این عنوان آغاز و ابتدای هر چیزی رو به ذهن من میاره و اگر کتاب پیدایش وجود نداشت بخشای زیادی از تاریخ بشر ناشناخته و پنهان بود درسته به همین خاطر ما شکر گذار خداوندیم که کتاب مقدس و کتاب پیدایش رو برای ما فرستاده و عطا فرموده بله به ویژه برای فصل های یک تا یازده کتاب پیدایش خیلی بله، شکرگزار خدا فصل نخست. ما در این بله. برنامه با این یازده فصل نرسته. نخست کارای زیادی بله. داریم در ابتدا یک بار دیگه تقسیم بندی کتاب و مقدس رو یادآوری کنید. لطفا درباره جایگاه کتاب پیدایش در تقسیم بندی عهد عتیق توضیح بفرمایید عهد عتیق درباره اومدن مسیح با ما حرف میزنه که به سه بخش عمده تقسیم شده کتاب های تاریخی، کتاب های شعری و کتاب های نبوتی این تقسیمات درباره گذشته، حال و آینده به ما میگن. بخش اول این دستبندی به کتابهای های پنجگانه موسی یا همون تورات و همچنین دوازده کتاب تاریخی تقسیم بندی شدن. بخش دوم شامل کتابهای ادبی و شعری هن که در دل کتاب مقدس وجود دارن. و در پایان هم 17 کتاب نبوتی داریم، 5 کتاب برای انبیاء بزرگ و 12 کتاب برای انبیاء کوچک. کتاب پیدایش از کتاب های پنجگانه ی توراته که در اول کتاب مقدس قرار داره پس تا دا اینجا فهمیدیم کتاب پیدایش نخستین کتاب همین از کتاب, کتاب پنجگانه ی تورات و همچنین اولین کتاب از کتاب مقدسه درسته طرح کلی کتاب مقدس نشون میده که باید ارتباطی بین کتاب پیدایش با بقیه کتاب های کلام خدا وجود داشته باشه به ویژه با کتاب مکاشفه آخرین کتاب در کتاب مقدس درسته. چه نقاط مشترکی بین کتاب پیدایش و کتاب مکاشفه وجود داره قبلش میخوام بگم که موسا کتاب های پنجگانه یا تورات رو نوشته و اولین کتاب از این مجموعه کتاب پیدایشه و یوحنا پنج کتاب آخر رو نوشته که آخرینشون مکاشفه است. در پاسخ به شما باید بگم ارتباط و پیوندی بین کتاب های پیدایش و مکاشفه وجود داره. مثلا پیدایش فصل یک میگه خدا در ابتدا آسمان ها و زمین را آفرید. سپس در کتاب مکاشفه فصل 21 میخونیم آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم یعنی در اولین کتاب موجود در کلام خدا بهشت گمشده شده رو میبینیم بشر از باغ عدن رانده شد بله انسان بهشت از دست داد ولی در کتاب مکاشفه میبینیم که این بهشت گمشده شده دوباره احیا میشه منظورم اینه که ما از بهشت برای همیشه رانده شده بودیم اما شکر که ما خدای عظیم و عالی داریم که دوست نداشت ببینه ما گمراه و گمشده شده باقی بمونیم برای همین خودش بهشت احیا میکنه در پیدایش فصل 3 میگه که انسان حق نزدیک شدن به درخت حیات نداره. بعد در مکاشفه فصل 2 و 22 درباره همون درخت حیات می که حالا حق داریم بهش نزدیک بشیم به و از میوه‌ش بخوریم. در پیدایش فصل 10 و 11 درباره بابل فوجانگیز می خونیم. و در مورد داوری بابل در مکاشفه فصل 17 و 18 می خونیم. در مورد لعنت میخونیم که به خاطر کار انسان زمین لعنت شد و انسان از زمین مورد لعنت قرار گرفت و در جایی میگه زمانی دیگر هیچ لعنتی نخواهد بود ارتباطات زیادی وجود دارند در پیدایش سه درباره مار قدیمی میخونیم و همینطور در مکاشفه فصل 20 در مورد مار و شکست نهایی اون میخونیم بین اولین کلمات الهام شده توسط خدا و همینطور آخرین کلمات پیوندهای بسیار زیادی وجود دارند درسته از اونجایی که کتاب پیدایش نخستین کتاب از کلام خداست میتونیم اونو سنگ زیر بنا بخونیم که تمام درسته. ساختار روی اون بنا میشه همچنین این کتاب یک مخزنه که تمام بذرهای کتاب مقدس از اون برداشته شده همینطوره میشه کتاب پیدایش رو به یک فرودگاه تشبیه کرد که توسط یک خلبان با بقیه فرودگاه های کتاب دیگه در ارتباطه خیلی واضح میشه دید که یک رشته تمام کتاب ها رو از پیدایش تا مکاشفه به هم پیوند میده درسته کتاب پیدایش زیر شدیدترین حملات شیطان قرار داره. غالبا این حملات محتوای کتاب و همچنین موسی به عنوان نویسنده این کتاب زیر سوال میبره. در ادامه برنامه به ادعاهای بی اساسی که علیه پیدایش کتاب آغاز شده خواهیم پرداخت. بسیار خوب. اما پیش از اون بیاین نگاهی بندازیم به دلایل حملات به کتاب پیدایش. از شما خواهش میکنم که توضیح بفرمایید که چرا کتاب پیدایش در معرض حملات قرار داره. چون این کتاب سند مالکیت خدا بر جهان به واسطه ی آفرینشه بنابراین شیطان و پیروانش اصلا از این موضوع خوشحال نیستن چون که قطعا از آشکار شدن مالک حقیقی این جهان بدشون میاد و اونا با نیرنگ و فریب میخوان بگن که نه شیطان صاحب واقعیه برای همینه که گفتن خداوند ما جهان رو نیافریده دقیقا خالق مالک مخلوقاتشه و اونا رو این قضیه سرپوش گذاشتن درسته پس ابتدا وجود خدا رو به نوعی محف دقیقاً. کردن ولی همونطور که در مزمور 14 میخونیم احمقان در دل خود میگویند خدا بله وجود نداره دلیل دوم چون این کتاب درباره نسل زن که سر ابلیس را خواهد کوبید صحبت میکنه این موضوع به شخصی اشاره میکنه که در زمان معین و کامل ظهور کرد و به راستی سر شیطان را در هم کوبید دلیل سوم این کتاب درباره قربانی و فدیه صحبت میکنه و اینکه شیطان موفق شد تا گناه را وارد جهان کنه اما خداوند اومد و با عدالت و نیکی مطلق راهی پدید آورد تا گناه رو برداره و بیامرزه. ولی این چطور ممکنه؟ این سوالیه که شیطان و پیروانش برای حمله به این کتاب استفاده می کنن. و دلیل چهارم این کتاب نقشه شیطان رو برای نابود کردن انسان آشکار و رسوا می کنه. شیطان به شدت امید داشت تا ضربه که به آدم و حوا زد کارساز باشه و اونا را از پا در بیاره و اگر ظهور مسیح در زمان کامل انجام نمی یعنی اگه مسیح ظاهر نمیشد تا اعمال ابلیس رو نابود کنه تمام بشر برای همیشه گمراه و سرگردان درسته. بودن دلیل پنجم چون این کتاب بذر تمام کتاب مقدسه و از اونجایی که شیطان و شریران از کلام خدا متنفرن با شدت به این کلام حمله میکنن و چون کتاب پیدایش مخزن بذرهای کلام خداست بنابراین در معرض بیشترین نفرت و شدیدترین حملات از جانب شریران قرار میگیره دلیل ششم این کتاب برای اولین بار به عادل شمرده شدن از راه ایمان در فصل 15 و به پرستش و محبت در فصل 22 اشاره میکنه. این واضحه که شریران از عادل شمرده شدن به وسیله ایمان و از پرستش و محبت خدا متنفرند و در آخر اینکه این کتاب خاندگی ابراهیم و عهد خدا با اونو بررسی میکنه یعنی به ارث بردن سرزمین وعده و برکت دادن ملت ها از طریق او پس با ظهور خدا مالک اصلی زمین کسی که مشتاق به عطا کردن سرزمین وعده به قومش و برکت دادن اقوام جهانه به خاطر این چیزا شیطان به شدت از این کتاب متنفره برادر یوسف اگر دقت کنیم میبینیم که همه بدبینی ها مستقیما نسبت به فست های یک تا یازده ابراز میشن بله یعنی واقع. تمام اون فست از کتاب که درباره قربانی فدیه و سند مالکیت خدا بر جهان صحبت میکن خدا در این کتاب یک سنگ زیربنا برای ما قرار داده مخصوصا در فصلهای یک تا یازده ی این کتاب برای همینه که شیطان به شدت به این یازده فصل نخست حمله میکنه بله. به امید خدا در قسمتهای آینده به موضوعات بسیاری که در کتاب پیدایش اومده خواهیم پرداخت حتما. پس از استراحت با پرسش یکی از مهمانان برمیگردیم میخواستم چند تا از ادعاهای دروغین علیه کتاب پیدایش رو بدونم. برادر یوسف بعضی از ادعاهای بی اساس علیه کتاب آغاز ها چه چیزایی هست؟ مثلا ما میدونیم چه کسی نویسنده این کتابه و همچنین خود مسیح هم به اون شخص اشاره کرده. مگر اینکه یه شخص شیاد و حقه پیدا بشه و ادعا کنه که از مسیح بهتر میدونه از خدایی که در جسم تجلی یافته. همونطور که گفتیم کتاب پیدایش توسط موسی نوشته شده با این حال برخی از منتقدین تراز بالا که پس از جنبش مبارک اصلاحات یعنی جنبش پروتستان به مسیحیت گرویدن در کمال تأسف از مسیر درست و از مسیحیت راستین منحرف شدند. این افراد چنین ادعا می کنن که موسی این کتاب ننوشته و نخستین کتاب از کلام خدا از منابع متعددی گردآوری شده. بنابراین این منتقدین برای اثبات و دفاع از ادعاهای خودشون منابع زیادی رو ارائه دادن فرضیه رد شده بله. مستندات این نظریه اظهار داره که کتابهای های پنجگانه تورات از چهار یا پنج منبع مختلف گردآوری شدن لطفاً از روی جدولی که در تصویر میبینید بله با در با فرضیه مين. مستندات توضیح بفرمایید این نظریه توسط یک پزشک فرانسوی به نام ژان آسروس مطرح شد. او ادعا می کرد که تورات از چهار منبع یهوهی، الوهیمی، تصنیعی و کاهنی گردآوری شده و باید بگم که ژان آستروس به خلافکاری و بدرفتاری مشهور بوده و هیچ سر و کاری با امور دینی و مذهبی نداشته درسته پس از اینکه آستروس این نظریه رو مطرح کرد دو بدعتگذار آلمانی به نام آیشون و یولیوس ولهازن شروع کردن به گسترش دادن نظریات آستروس اونا به توسعه دادن نظریات دیگهی که بر پایه نظریه فاسد و بی اساس آسروس بود ادامه دادن. به طور خلاصه و خیلی مختصر میشه گفت که این نظریه ادعا میکنه که بخش های متفاوت این کتاب ها یعنی کتاب های پنجگانه تورات توسط نویسندگان متفاوتی نوشته شده و موسا نویسنده تورات تورا نبوده. همینطوره و هر کدوم از اونا از یک منبع جداگانه استفاده کردن. اونا میگن واجه های عبری که در پیدایش یک و دو به نام خدا اشاره میکنن با هم یکی نیستن. یعنی در پیدایش فصل یک از واژه الوهیم و در فصل دو از یهوه به عنوان نام خدا استفاده شده. بنابراین مستندات جی از یهوه و مستندات ای از الهیم برای نام خدا استفاده می کند و بعدها به مستندات سومی اشاره شد که تصنیه ای نام داره. سپس مدرک چهارم مستندات کاهنی و آخرین و پنجمین مورد مستندات اورشلیمی هستند. اونا به جنبندی خیلی عجیبی رسیدن. در زبان انگلیسی جی حرف اول یهوه هست که اشاره به خداوند داره. و ای حرف اول الوهیم هست که برای خدا استفاده میشه. همچنین دی حرف اول تصنیهی به زبان انگلیسیه و پی حرف اول کاهنی که به یکی از کاهنان اشاره میکنه. خب واضحه که این نظریه احمقانه و پوچه و این فرضیه اثبات این گفته مشهور قدیمی هست که میگه من اعتراض میکنم پس من وجود دارم. یعنی اینکه هرکس کلام خدا رو دوست نداره میتونه هر نظریه بیمعنایی رو که به ذهنش میرسه مطرح کنه گاهی این افراد به نخستین سنت که همون منبع یهوهی هست مراجعه میکنن چون در این بخش به نام یهوه که در فارسی یهوه هست اشارات زیادی شده ولی یه سند دیگه هم هست به نام سند الوهیمی که پیش از نام یهوه اومده و اشاره داره به نام الوهیم برادر یاد اگه کسی به خود از دو منبع متفاوت نقل قول کنه آیا براش شاسونتر نیست که از یک اسم یکسان برای خدا استفاده کنه؟ بطن. بلی ولی اینکه چرا در مواقعی از یهوه و در مواقعی از الهیم استفاده کرده این موضوع معنا پیدا می‌کنه؟ برادر یوسف لطفا توضیح بدین که چرا نویسنده در پیدایش باب یک ابتدا برای نام خدا از الهیم استفاده کرده و سپس از یهوه و بفرمایید که در کجا و چه زمانی از الهیم و یهوه برای نام خدا استفاده میشه؟ ما میدونیم که هر اسمی برای خدا استفاده شده کاربرد متفاوتی داشته. نام یهوه که یهوه هم میگن برای توصیف یک رابطه صمیمی و نزدیک بین خدا و قومش به کار رفته. ولی وقتی از ارتباط خدا با آفرینش صحبت میشه، الهیم نامیه که برای خدا استفاده شده این قانون همیشه برقراره. نه تنها در پیدایش بلکه در تمام کتاب. به خاطر کم بوده وقت تنها به یک نمونه از کتاب مقدس اشاره میکنم در کتاب داوران فصل هفت یک موضوع شگفتانگیز و مطالعه میکنی شخصی خوابش رو برای یکی دیگه تعریف میکنه رفیقش گفت خواب تو فقط یک تعبیر دارد به این معنی که جد اون پسر یواش اسرائیلی با شمشیر میآید و خدا مدیانیان و تمام اردوگاه ما را به دست او خواهد سپرد وقتی جد اون خواب و تعبیر آن را شنید به سجده افتاد و بعد به اردوی اسرائیل برگشت و به مردم گفت برخیزید که خداوند سپاه مدیانیان و متحدان آنها دلسته. را به دست ما داده است. به عنوان خدا بله. و اون همونو خداوند نامید. یعنی رابطه خداوند با قوم خودش در مقابل رابطه خدا با بقیه ی آفرینش. البته باید بگم که نمونه های بسیاری هم هستند. برای مثال وقتی داوود به جولیات میگه خداوند تو را به دستان من تسلیم کرده است تا همه زمین بدانند که خدایی در اسرائیل هست. در اینجا برای خداوند از یهوه و برای خدا از الوهیم استفاده شده بله دقیقا و ما میدونیم که پیش از موسی واژه خداوند شناخته شده بوده مردم هم میدونستن که یهوه خداونده ولی هنوز جلال یهوه رو نمیشناختن درسته به جز یوکابد نام مادر موسا که دقیقاً. در زمان ابری نام یهوه رو در خودش داره به معنی جلال خداونده اونا می نام یهوه برای توصیف رابطه صمیمی خدا با قوم و الوهیم برای ارتباط خدا با آفرینشه بنابراین چهار منبع نیست بلکه فقط یک منبع وجود داره که نام های متفاوتی رو بسته به شرایط و در جای مناسب به کار همین برده همینطوره نام های مختلفی که به خدا اشاره میکنن شکوه کتاب مقدس رو نشون میدن ولی چطوری میتونیم زیبایی آفرینش رو برای یک نابینا توصیف کنیم زیبایی های کارهای خالق در آفرینش اولین ادعا یا دروغین علیه پیدایش رو بررسی کردیم که درباره هویت نویسندش بود درست ادعای دروغین دیگه هم هست که درباره فصل های یک تا یازده مطرح میشه افرادی هستند که میگن رویدادهای ثبت شده در این کتاب واقعی نیستند بلکه وقایع نمادین حماسه یا افسانه هستند که شایسته نیست در جایگاه بخشی از مکاشفه خدا قرار بگیرن پاسخ این ادعای بی چه چیزیه بیاین مثلا به مورد نوح و طوفان و سیل نگاهی بندازیم و ببینیم چه کسی در کتاب مقدس به این موضوع اشاره کرده کلام خدا به این موضوع اشارات زیادی کرده پس نمیتونیم بگیم که یک افسانه است هفت نویسنده مختلف در چندین جای کتاب مقدس به داستان نوح و طوفان اشاره کردن. حتی خود مسیح هم به دوران نوح اشاره فرموده. این چطور ممکنه که یک نفر ادعا کنه از عیسی مسیح بهتر و بیشتر میدونه؟ به نظر من برای اون شخص بهتره که بگه من یا آدم آتئیست و خدا ناباور هستم. اگر کسی به کتاب مقدس و به خدای خودش اعتقادی نداشته باشه، و در عین حال بگه به خدا و مسیح ایمان داره ولی بهتر و بیشتر از خدا میدونه اون و خیلی مایه شرمساری و سرفکندگیه مسیح به آدم و هوا اشاره کرده درسته که فرمود در ابتدا خدا ایشان را مرد و زن آفرید در اینجا مسیح یا فصل نخست کتاب پیدایش رو تایید میکنه دقیقا همینطوره و این تایید شامل سیل و طوفان هم هست همچنین از دوران نوح صحبت میکنه درسته. ادعی هستن که در رابطه با واقعی طوفان و سیل اینطور میگن این یک سیل محلی بوده نه یک طوفان و سیلابی که همه دنیا رو غرق کرده باشه در یک منطقه جغرافیایی محدود یک سیل کوچک اتفاق افتاده و نه یک سیل جهانی که دنیای باستان رو نابود کنه این موضوع رو برای ما روشن کنید متاسفم که چنین چیزی رو میشنوم بازم میبینم که بعضی افراد ادعا میکنن بهتر و بیشتر از خدا میدونن وقتی داستان کتاب مقدسی سیل و طوفان رو در کتاب پیدایش میخونیم متن به ما میگه که آب تمام کوههای بلند رو هم پوشاند. اگر که یک سیل و طوفان محلی بود، پس چه نیازی به ساختن اون کشتی بزرگ و اون همه تشکیلات بود؟ و باید حیواناتی در جاهای دیگه دنیا از گزند اون طوفان محلی جون سالم به در می یا اینکه خدا اون حیواناتو به جای دیگه منتقل می کرد تا نسل اونا حفظ بشه پس چه احتیاجی به چنین کشتی بزرگی بود؟ دقیقاً همچنین کتاب مقدس در رساله دوم پتروس فصل 3 به طوفان و سیل اشاره کرده. در اونجا خدا اشاره میکنه که از آب استفاده کرد تا دنیایی رو که وجود داشته از بین ببره. یعنی تمام دنیای کهن. همه ی دنیا کاملا نابود شد. ولی همین دنیا و آسمان ها و زمینی که وجود داره برای آتش نگه داشته شده. تا رسیدن روز داوری و نابودی انسان های بی خدا. خدا گفت که دیگه زمین رو با آب نابود نمیکنه، بلکه به آتش. و این دقیقا همون چیزیه که در رساله دوم پتروس فصل 3 بهش اشاره شده سپاسگزارم بعد از استراحت با پرسش مهمانان برمیگردیم آفرینش از افسانه های سومری و واقعی طوفان از حماسه گیلگمش گرفته در واقع این که موسی نوشته هاشو از افسانه های پیشین خودش قرض گرفته یک ادعای مرسوم و متداوله و ادعا میکنن که داستان آفرینش از افسانه های سومری و واقعی طوفان از حماسه گیلگمش گرفته شده میخوام عرض کنم که واقعی طوفان نوح فقط در حماسه گیلگمش ثبت نشده بلکه حداقل در سی و سه سند و روایت دیگه هم نوشته شده که در تمام دنیا وجود دارن درسته و رخ دادن طوفان رو تایید میکنن و به اهمیت این واقعه تاکید میکنن. میکنن که این یک رویداد واقعی یا حقیقیه همچنین میدونیم که بتپرستی درست پس از طوفان در بین انسان ها گسترش پیدا کرد یعنی اینکه طوفان نوح در فصل هشت پیدایش به پایان رسید و در فصل یازده میبینیم که بتپرستی از بابل شروع میشه و همچنین بتپرستی هم درست مثل شیطان عمل میکنه و حقیقتو راستی تحریف شده رو به خورد پیروانش میده. این یعنی در هم آمیختن سخنان خدا با دروغ ها. درسته. همین اتفاق زمانی که افسانه های کهن درباره واقعی سیل و طوفان نوح روایت میکنن هم میفته. با این حال و چه اشتراک این روایت ها اینه که طوفان به خاطر خشم و غضب خدا اتفاق افتاده و یا خشم خدایانشون چون اونا خدایان متعددی داشتن. بله ادعا میکنن برای شرارت بشر خدایان عصبانی شدن و در نتیجه خشم خدایان یک مصیبت جهانی اتفاق افتاد. پس همونطور که میبینیم شیطان معمولا چیزایی رو به روایت اصلی اضافه یا کم میکنه و واقعیت اصلی رو تحریف میکنه. اما وقتی به متن اصلی مراجعه میکنیم متوجه میشیم که داره از همون رویداد صحبت میکنه و در یک بلای عظیم مثل طوفان نوح همه ی انسان ها از بین رفتن پس وقتی اقوام پس از واقعی برج بابل پراکنده شدن هر کدوم به روایت خودشون واقعه طوفان تعریف کردن و جزئیاتی رو هم از خودشون اضافه کردن و معمولا وقتی مردم داستانی رو تعریف میکنن دوست دارن از خودشون جزئیاتی اضافه کنن اما روایت اصلی فقط در کتاب مقدس ثبت شده بنابراین موسی نیاز نداشت که از گیلگمش یا هر منبع دیگه ای قرض بگیره بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می کرد تا بازگو نمایند با این وجود که هماسه گیلگمش واقعی طوفان به همین شکل بیان کرده ولی موسی به اون نیاز نداشت این افراد در مورد آفرینش میپرسند چه کسی به موسی گفت که خدا در هر روز چه چیزی آفریده این الهامی از جانب خداوند درسته دقیقا همین موضوع برای افسانه سومری ها هم صدق میکنه که درباره داستان آفرینش صحبت میکنه با این حال اونا ادعا میکنن که موسی داستان آفرینش رو از اون افسانه ها گرفته اما در کتاب پیدایش میبینیم که از نسل آدم یک شخص شریر به نام قائن به دنیا میاد. اون نسل شریر شناخت راستین خدا رو جعل کردن و چیزایی بهش اضافه کردن که در نهایت باعث طوفان شد. وگرنه طوفانی اتفاق نمیافتاد ولی یک نسل خوب هم وجود داشت که دانش و معرفت خدا رو حفظ کرد و اون نسل شیس بود. و همونطور که شما فرمودین اطلاعات درستی درباره داستان آفرینش وجود داره که به خاطر تباهی و فساد انسان توسط نسل قائن تحریف و جعل شده ولی چیزایی که موسی ثبت کرده الهام الهی خدا هستن موسی نیازی نداشته تا از هیچ منبعی قرض بگیره چون مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند آمین به بینندگان خوب برنامه این اطمینان رو میدیم که به زودی چندین مقاله در ارتباط با توضیح این افسانه ها روی وبسایت تمام کتاب قرار خواهیم داد و بین این افسانه ها و روایت های کتاب مقدس یک مقایسه انجام میدیم و برتری روایات کتاب مقدس رو بر این افسانه ها نشون خواهیم داد. به پایان برنامه نزدیک شدیم. میخوام ازتون خواهش کنم که صحبتی با بینندگان داشته باشین. به طور کلی باید چه روی کردی نسبت به کتاب مقدس و به ویژه کتاب پیدایش داشته باشیم؟ اگه بخوایم از این کتاب چیزی یاد بگیریم آیا باید با فروتنی بهش نزدیک بشیم یا با غرور خود برتر اگه یه نفر با تکبر به این کتاب نزدیک بشه خدا اونو دست خالی برمیگردونه. خدا جباران و ثروتمندان رو با دست خالی روانه میکنه و گرسنگان رو با چیزای نیکو سیر میکنه ما نه تنها با فروتنی بلکه با اشتیاق به کلام مقدس خدا نزدیک میشیم من فصل دو آیه یه هشت از کتاب غزل غزل های سلیمانو خیلی دوست دارم میگه من صدای محبوبم و میشنوم ما میتونیم نفس خدا رو لابلای کتاب مقدس و حضور خداوندمون رو احساس کنیم وقتی کتاب مقدس رو میخونیم صدای شیرین مسیح رو میشنویم که یوحنا در فصل ده ازش صحبت میکنه تمام گوسفندان صدای شبانشون رو میشنون و اون از صداهای غریبه تشخیص میدن چون یه گوسفند الزاما همه ی صداهای دیگر رو نمیشناسه و در حقیقت هیچ صدای دیگه ای رو نمیشناسه اما به محض اینکه یه گوسفند صدای شبان خودش رو میشنوه از شادی میلرزه و به شدت هیجان زده میشه پس کلام خدا رو بخونیم تا آواز شیرین خداوند و منجیمون رو بشنویم و قلبمون سرشار از آرامش او بشه این کتاب نسبت به کسانی که با روح فروتنی بهش نزدیک میشن سخاوتمند و بخشنده است درک تعالیم خدا ذهن آدمی را روشن میکند و ساده دلان را حکیم میگرداند به پایان این قسمت رسیدیم و با مهمانان برنامه امروز رو مرور میکنیم این قسمت یک مقدمه کلی بر کتاب پیدایش بود مواردی که آموختین با ما هم در میون بذاریم. الان دیگه متوجه میشم که چرا شیطان اینطور بیرحمانه به کتاب پیدایش حمله میکنه چون این کتاب سند مالکیت خدا بر تمام جهانه و در کتاب پیدایش آیه ای وجود داره که میگه یک نفر از نسل و ذریت زن سر شیطان را خواهد کوبید و همچنین درباره کفاره و قربانی صحبت میکنه و اینکه شیطان سعی کرد تا رابطه بین انسان و خدا را قطع کنه ولی عاقبت خودش شکست خورد دقیقا ممنون از شما کتاب پیدایش مخزن بذر کلام خداست و آغاز همه چیز در این کتاب ثبت شده. همینطوره. هرچند که شیطان شدیداً به کتاب مقدس و به ویژه کتاب پیدایش حجوم میاره اما سخنان مسیح دل من آروم میکنه. میفرماید آسمان و زمین زوال خواهند شد اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند و امروز هم کتاب پیدایش در دست ماست و باقی خواهد ماند بسیار عالی برکت خدا با شما برادر یوسف از شما هم ممنونم, ممنونم برادر یاد بینندگان گرامی ما در این قسمت از برنامه که مقدمه ای بر کتاب پیدایش بود و همینطور در مطالعه دیگر کتب کلام خدا اعلان کردیم و گفتیم که در تمام این کتاب مقدس پایدار و ثابت قدمیم و هرگز جنبش نمیخوریم نویسندگان کتاب مقدس و کتابهای اون که شامل کتاب پیدایش هم هست از هیچ منبعی قرض نگرفتن موسا خودش روایات کتاب پیدایش رو نوشته همونطور که این آیه میفرماید بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند با روح اخلاص و یادگیری به کتاب مقدس نزدیک بشیم و از روح القدس بخوایم تا دل و ذهنمون رو باز کنه تا عظمت کتاب مقدس رو بهتر درک کنیم تا دیداری دوباره در قسمتی تازه خدا یار و نگهدارتون چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن و در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا ابدی و جاودان است تمامی کلامت